سلام عرض ادب خدمت دوستان عزیزی که گزارش‌های من رو از سراسر دنیا دنبال می‌کنن. امروز پنجشنبه 14 سپتامبر در شهر انسینو از شهرهای اقماری لس آنجلس هستم، در مرکز ولی، و امروز پری اسکرین یا اولین اکران فیلم سارا و آیدا همزمان با ششمین هفته اکران در تهران هستش که همراه هستیم با کارگردان این فیلم جناب آقای مازیار دیری. سینمای اجتماعی ایران یک کمی جاش تنگی در چرخه اکران برای اینکه سینمای فیلمی زیادی در اکران خصوصی بار مثلا سنکه باشه، اما سینمای اجتماعی جا و مکان برای خیلی تنگ و سخت بشونه مخاطبش ارتباط برقرار. خوشبختانه رو سرایدا تونسته این ارتباط رو برقرار بکنه و همچنان اکران موفقش ادامه داره. خیلی خوشحالم از این که به همت دوستانم در کشتی علاقه نشدیم که ارتباط رو با ایرانیان فنوزشکارم شروع بکنیم و برای مزرزیز ها بکنیم. اولین نمایش در واقع پیش اکرانش رو اینجا داشتیم. آیا تا با حال همچین تجربه رو داشتیم اکران فیلمتون همزمان با بیننده ها و مخاطبین خارج از کشور بشینیم به تماشا بیدیم؟ همیشه توی فستیوال ها بوده که با تماشاگران فرنگی و ایرانی های مورد اونجا بودیم. این اولین باره که همزمان داره اتفاق میشه. بعضا فیلم ها تمام میشه و در یک نمایش داشتن و این به نظرم اتفاق خیلی مهمی برای که میتونم همدیگر رو پوشش بدن و همدیگر کمک بکنن و مخاطبین بتونن از آمار و اتفاقات و خبرهای همزمان مطلع بشن. شما قبل از سارا و آیدا چند سالی رو کمکار بودیم و میخوام ببینم که آیا روی این پروژه تمرکز داشتید به موازا چند تا رو پیش میبردید و این کار فرصت بیشتری از فرانس که بیاد جلو؟ نمیدونم مال سن یا چیزی، ولی تنبل شده میشدن خیلی تنبل و خیلی وسواس هم در دست بالا که من یه موضوعی برام دغدغه بشه تمام برم توش کار بکنم و اتفاق بشه. یه کمی این تنبلی و وسواسی شده که سخت میتونم برم توی کنم که خیلی هم بد این اتفاق بازی کرد میتونم کار کنم، میتونم فیلم سوزم و نترسم از این کاری کنیم و درد بشه یک کنیم بشه یا درقرار بکنم که درقرار نکنم که یک باید کار کرد باید سن و سال هم میتونه بشه. مازیار نیری در واقع رشد و نمودش تو سینما ایران زمانی شروع شد که توجه به قشر متوسط از سینما ایران خیلی تبلور پیدا کرد در چند سالی و روی مفاهیم کلیدی که قشر متوسط جامعه ایران باهاش دست و پنجه نرم می‌کنه مثل دروغ، مثل قضاوت خیلی پرداخته شد و یکی از فیلم‌های ماندگار اون هست مثلا به نظر من سعادت آباد هست. امروز هم می‌دونم شما در ادامه این مفاهیم کلیدی رو می‌دونید که قشر متوسط که عملاً به نظر من در حال تضعیف و حتی از بین رفتن هستش روی مفهوم کلیدی و بنیادی تعهد و قول دست گذاشتید. راجع به این مفاهیم کلیدی که امروز اینجاش با شما مواجه هستن مگه چرا شما علاقه من این دست؟ من فکر فرمی تعهد موضوعهاییست که همان باهاش درگیریم، باهاش هر روز قلبمون باش دیر میکنه و برای من هم اینها خیلی عادی در بدر خود روز قلبای من هم به این شرایط و به این سختی ها و به این بد عهدی ها دیر میکنه و به همین دلیل علاقه مندی و به این خودم راجع موضوعی که ده برقرار میشه درگیرش بشم به سازمان و کار بکنم و مهمتر از این علاقه من در خود بتونم سخت زمانه بکنم سخت تاریخی که در آن خود میسازم بتونم سخت بکنم از اینکه در این سالی با اتفاقات چه شرایطی میشه بشه مطرح رو خیلی امیدوار باشیم بتونه این موضوعات بیتر حل بشه. های میدید در این فیلم در واقع استعارا و نمایه‌های بیرونی از وضعیت امروز ایران می‌بینیم. فرضاً صحبت از قیمت‌هایی که در برج‌های مرتفع تهران میشه قشنگ مشخص از مال چه دوره‌ای هستش. مگه بالا بر خراب بود؟ سلام، نه ولی خب من رو فقط همین طبقه پایین آورد. بعد از خوش در گذاشتن
یک دوره 8 ساله که به نظر به تضعیف قشر متوسط منجر شد، مسائل و مشکلات دیگری به حال جامعه مطرح میشه. خیلی پرداختن به اون الان بیشتر به نظر میرسه که در واقع روی میز اومده و توجه قرار گرفته و اقبالی که الان این موضوعات از کنی کارگردان ها بیشتر از بلی. شما خودتون به نظرتون هنوز این قشر متوسط، قشر تحصیل کرده متوسط جای کار داره؟ در از دارم خیلی برای قشر موجوده هست هم در کل جهان دارن راجع به قشر متوسط و حقیقت ها خوبصورت و گردیدیمان به خرایت حال حاضر جهان دارن کار میکنن، فیلم میسازن و گفتگو میکنن برای که به نظر میاد پیدا کردن این قشر با شرایط حال حاضر جهان، با شرایط مشخصی تازه جهان میتونی سردرگم به نظرم خود ما ها، خود آدم هایی که این قشر هستن، آدم، انسان تا خود رو پیدا بکنه و هویت تازه این روزها رو پیدا بکنه تا این سخت و همین دلایل موضوعات وجود میاره که نمیسازن خودش میسازن، نمیسازن کتابش میسازن، نقاشان نقاشی نمیکنن. اما حس سینمایی که باب گفتگو رو باز میکنه، هنر اصولا باب گفتگو رو باز میکنه، سینمایی که بیشتر باب گفتگو و حرف زدن رو باز میکنه. در از دارم تمام نشدنیست و هر چقدر هم در همه جهان به موضوع انسان موضوع انسان و در بشر بشار که هر چقدر هم ساخته بشه میتونم کن. خیلی ممنون از فرصت دیدادون و به عنوان حسن ختام پرسشان در این بخش، چی شد که از همکارتون خانم پاکروان برای ایفا یک نقش دعوت کرد کار کردید؟ خانم پاکروان دوست ماست، دوست داره، خیلی هم دوست عزیزیست، فیلمساز بودیست. من پاکروان قبل از اینم باعثی کردم من یه فیلم کوتاهی ازشون دیدم برای این نقش دنبال یک فیلم و یک آگهی میگشتم که من متاسفم که اتفاقات اتفاقا دستیار من خانم عزیزمندی دیدم چون که فکر به فیلمهایی که دوست دارم اینا فکر میکنم دیدم چقدر خوب بهش گفت دارم خیلی خیلی استقبال کرد، خیلی از من لطف کرد و آمد و این کوتاه رو بازی کرد. اصولا انرژی خوبی داره دوستی. خیلی ممنون از شما.